گفته کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟ در ارتباط با بروز اعتیاد به مواد رو میخونیم الکل و کوکائین گزینه ها گفته. در یک فرد میتوان گفت که چه اتفاقی میفته. خب بچه این یه سوالیه که نسبتا ساده است، فقط کافی بود که شما اون بخش مربوط به اعتیاد رو در کتاب دقیق بخونید تا به این سوال جواب بدید. البته یه بخشای کوچیک تحلیلی هم داره. گفته ببینید در ارتباط با گفته در پی اعتیاد به الکل میتوان گفت مصرف به مقدار اندک بدن را تحت تاثیر قرار نمیدهد. بچه این عین غلط هستش، چون خود کتاب گفته مصرف مقادیر اندک هم در الکل مصرف مقادیر اندک هم میتونه به بدن آسیب بزنه و بدن رو تحت تاثیر قرار بده. قسمت بعدی گفته در ارتباط با بروز اعتیاد به کوکائین، آسیب ایجاد شده در لبهای پیشانی بعد از ترک کمترین میزان بهبود را خواهند داشت. اینم باز عین متن کتابه و درست هستش. بچه گفته بود که بعد از ترک به تدریج عرض کنم خدمت شما که بهبود پیدا میکنه بخشای مختلف مغز که در اثر اعتیاد به کوکائین آسیب دیده، ولی کمترین میزان بهبود با توجه به تصویر برداریایی که انجام شده مربوط به چیه؟ به قسمت های لوب پیشانی هستش. پس این گزینه درست هستش. گزینه سه گفته در پی اعتیاد به الکل، مصرف الکل فعالیت ناقل‌های عصبی بازدارنده تغییری ایجاد نمی‌کنه. بچه این گزینه هم غلطه. گفته بود که مصرف الکل و اعتیاد به الکل هر دوی ناقل‌های عصبی، چه از نوع تحریک کننده و چه از نوع بازدارنده و مهار کننده، رو تحت تاثیر قرار میده. بچه بعدش هم این گزینه است دیگه از اون گزینه‌های همیشه غلطاییه که گفتمه دیگه. مصرف الکل ناقل عصبی بازدارنده رو تحت تاثیر قرار نمیده. پس چیکار می‌کنه؟ مگر جز این بود که سیستم عصبی رو به هم می‌ریزه و ناقل‌های عصبی و عملکرد اونها رو تحت تاثیر قرار میده دیگه. این از اونها بود که حتی اگر مسلط هم نبودی به عنوان گزینه غلط باید ردش میکردی اگه یه تستن حرفه‌ای تو درس زیست باشی. و گزینه 4 هم گفته که بعد از اعتیاد به کوکائین در پی قطع مصرف آسیب‌های ایجاد شده کاملا بهبود می‌یابند. بچه اینم باز با توجه به یه شکل از کتاب ما ردش می‌کنیم. چرا؟ چون تو شکل کتاب گفته بود حتی بعد از گذشت 100 روز قسمت‌های آسیب دیده همچنان توی مغز مشاهده می‌شد. پس به طور کامل بهبود پیدا نکرده بود. باز اینم دارم میگم به سبک همون تستای زیستشناسی که بهتون گفتم، حتی اگر به متن هم مسلط نبودین این کاملا بهبود مییابد، باید چی بکنه؟ شما رو به شک بندازه که این نمیتونه گزینه درستی باشه. پس گزینه 2 گزینه جواب این سوال هستش.